آقای سید خریب الله سادات عضو شورای لوگر با ما است. آقای سادات سلام بر شما سپاسگزار از حضورتون در کانال نیوز. در آغاز بگوین که که در لوگر آغاز شده تا چند روز تا بر مخالفین ضربات را وارد بسازه و دلیل شما بر باثبات شدن ولایت لوگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و حضور تمام بینندگان عزیز شما و مردم شریف و مردم بازت افغانستان. البته زمستان یک فرصت خوب بود برای از که دولت میتونست از اقل اطمینان برای مردم بدهد عملیات هایی که فعلا در ولایت لوگر جریان دارد ما نمیگیم که مؤثر نیست ولی معصریت به اون معنا که بتاند حاکمیت دولت در دو اوج قوی بسازد قانون و اصطلاح بتانیم در تمام ولایت تطبیق بکنیم و مشکلات و چالش های مردم حل بکنیم به او شکل نیست تنها عملیات و عملیاتی است که مناطق را که طالبا یا مخالفین ترک کردند، اینا تا یک اندازه رفته تا نیستن تا یک خب ولی از آغاز این عملیات فیلن تا فعلا تا چند روز تلفات به مخالفین وارد شده و همچنان نتیجه این عملیات ها در مناطق مختلف چی بوده خب ما البته من امروز خودم لوگر رفته بودم البته ما از رئیس امنیت ملی جدید معرفی شد رئیس امنیت ملی قبلی که بود اونا به اصطلاح از وظیفهشان سبک شد یا رسخط شدن خب گزارش هایی که من امروز تانیستون بگیرم یک عملیات در ولسوالی برکی برک یا برک بعض نقاط ولسوالی محمد آقا صورت گرفته عملیات ها بوده مفیدیتش وقت بر مردم ثابت میشه که حاکمیت دولت اوجه گسترش پیدا بکنه مردم بتونه راحت از طریق مسیرایی که میخوان بیاین و در اوج حاکمیت دوامدار دولتی باشد نه حاکمیت موقتی شو عملیات میکنن صبح بازم که اونا منطقه را ترک کنن یا روز عملیات بکنن شو ترک بکنن شو باز مخالفین در قریه و قصبه است خب در مورد این دو منطقه مشخص صحبت بکنیم مثلا در ولسوالی و منطقه برکی برک در این دو جو حضور مخالفین چگونه بود؟ خب طبیعی است که جایی که هنوز ما دا او شک داریم و انتظار داریم که او مناطق باید تصویر شود یا او مناطق هم شود یا مردم حداقل نفس راحت بکشه او در ولسوالی محمد آقا مناطق کویستونی از است که بارت از سرخو است، از برگ از کنده از کاریزا است زرگمشار است منه است و خلاصه دوبندی است و ساعت خیلی از ساعت مختلف ولسوالی است که تا بال انوز هم دولت قادر به او نشده که در مناطق بروه و در ولسوالی برکی هم عملیاتی که قطع خاص یا بعض قطعات دیگه اوجا انجام داده و به شکل دیسانت رفتن و اوجا چاپان داختند تعداد را گفتن که از بین رفته و یک تعداد را آوردن بندی کردند که او یک تعدادشان البته ما تا جایی که تحقیق کردیم مردم های بودند بودن که از مسئولین امنیتی پرسان کردیم گفت ما تحقیق میکنیم شاید اونا را رها بکنن اما عملیات هایی که فعلا جریان دارد با معنای از که بتاند دولت ثابت بکنه و دوامدار باشه با او شکل محصر نیست خب پس در دیگر ولسوالی ولایت لوگر چی میگذره در کل شما عنوان نماینده مردم لوگر در شورای ولایتی حضور مخالفین را در, در ولایت لوگر چگونه تحلیل میکنید اگر ما امیال به اصطلاحی حرف میزنیم که در ولسوالی محمد آغا دولت عملیات کرده چندین قریه از وجود مخالفین پاکسازی کرده این خود از این سوال است و سوال بسیار جای شرم است که ما این سوال میکنیم که در 25 کیلومتری یا 30 کیلومتری پایتخت مخالفین چندین قریه در تصرفشان بوده در طول سال و این سال که مثلا زمستان از فصل سرما است دولت قادر شده در او قریه ها برود که هنوزم تا به من قریه های قبلا نام گرفتم و هنوز او قریه ما رفت آمد کرده نمیتونیم ما بایسی وکیل و نماینده و سال که گذشت خب در سطح بزرگتر در ولایت لوگر حضور مخالفین چگونه است از مرکز گرفته تا دیگر ولسوالی ولاتو لوګر خب ما در رابطه به تلاشه نیروهای امنیتی کې در تامین امنیت او پطبیق <applause> قانونيوب پیشرفتشان برای عملیات ها و دارند تمجید میکنیم خوش هستیم که چه کنه اما حاکمیت دولت به تمام معنا که در ولسوالی چرخ، خروار ولسوالی از راش شده باشد یا ولسوالی برکی خب جدا جدا در, در, در مورد این ولسوالی آقای سادات بگوین در ولسوالی چرخ مثلا چی میگذره در ولسوالی خروار چی میگذره شما یک یک بگوین که وضعیت امنیتی این ولسوالی ها چگونه خب ولسوالی هایی که ما گفتم نام گرفتم به این معنا که ما در ولسوالی چرخ ولسوالی خروار یا ول ولسوالی عذر مسیر رفت آمد ولسوالی و مناطق ولسوالی خوشی محمد آقا و مرکز حاکمیت عمومی دولت نداره نامنی به اون معنا ختم نشده که واقعا حاکمیت دولتی باشه ما بتونه مازاد تمام نیروهای امنیتی اوج رفت آمد میکنن و جنگ به یک شکل پراگنده ادامه داره روز دولت میتونه بره و اون مناطق تا اندازه و شب دولت یا مسئولین امنیتی رفته خب، نمیتاند. ولی چرا نتونستن که این مناطق را پاکسازی بکنن از گذشته تا حال عوامل در چی بوده خب ما طرح و برنامه که بر دولت اداره محلی پیشنهاد کردیم یا بر دولت مرکزی پیشنهاد کردیم قطعاتی را که امروز در ولایت لوگر است به او اندازه <تصفح> کفایت نمیکنه نظر به شرایط جنگی قطعات پلیس به مو شکل شیوه سردار محمد داود خان که تشکیلش بده که ولایت لوگر یک ولایت درجه 3 1200 نفر تمام تشکیلات پلیس از به جز از پلیس محلی که یا خزشای مردمی است و قطعی که به نام اردو ملی بر تامین امنیت ولایت لوگر است او یک قطعی است که نسبت ولایت میدان وردک است و نسبش در ولایت لوگر است و هم با کمبودهای خیلی شدید مواجه است که نظر به گفته والی خب، لوگر تنها کمبود نیروی امنیتی دلیل نامی لوگر است آقای سادات یا موضوعات دیگر هم با خود داره خب چندین بخشش ما میتونیم یادآور شیم اولی که ما کمبود نیروی امنیتی رو هم داریم یکی دوم لوگر اراضی است که با مرز با دوران ما مرز هستیم مسیر لوگر از دوران سابق هم می بود که ولایت میدان وردک و کابل و اکثریت ولایت دیگه هم از طریق ولایت لوگر رفت آمد مخالفین است و لوگر یک ولایت تحت فشار است که یعنی همیشه باید دیج یک مسیر جنگی دارد مناطق سبل هم دارد و مناطق کوهستانی و دره و بعض جای دارد شما میگن که, که پاکسازی آمد. ولایت لوگر هم از وجود مخالفین تا کار بسیار ساده و آسان نیست خب طبیعی است که با این شکل شیوهی ای که ما فعلا دمی مسیر میریم ای یک کارای به اصطلاح معقتی است یک زمان خاص است و اینها یک عملیات خاص را چند روز انجام دادن خب در این زمان تا چی اندازه این عملیات ها مفید هم است خب بر مردم یک امیدواری است که اگر بتانند اینا مناطق را که اینا پاکسازی کردن اوج پوسته ها را جای به جای بکنند با مردم رابط احسان پیدا بکنند بر مردم یک امیدواری پیدا شود فاصله ای که بین اداره محلی ولایت و مردم پیدا شده این فاصله رفع شود مشکلات و چالش هایی که مردم خواست های مشروع مردم است اونا را در نظر بگیرد و اداره محلی ولایت لوگر مثل که رئیس امنیت به اصطلاح تجدید نظر در رابطه با در دیگه مسئولین هم تجدید نظر بکنن تا بتانند که مردم یک امیدواری جدید پیدا بکنن رابطه احسن پیدا بکنن مشکلات و چالش که سر رای مردم است به معنای از اینکه رابطه بین از بر شده بر چگونگی مدیریت نهات های امنیتی لوگر هم انتقاد داره طبعا ما انتقاد داریم ما انتقاد خود یک بار نه چندین بار گفتیم اینا با آسایش خودشان بیشتر فکر میکنه تا با آسایش مردم تا وقتی که ما میگیم که عملیات یا امکانات استعمال شوات استفادہ شوات قطعات باید جای بجای با شوات قطعات بر بعض در بعضی جای کی آسیپذیر است د اوجبه بونه دو قطات نه مونه تمام قطات اردو در قطه خودشان است قطات پولیس خدایت خوښه تاسو بگوئ پیشنهادای شما چی است چګونه باید لوګرمن شوات لوګر به یک توجه جدی دره مرکزی نیاز دارد یک هیئت برود ببیند که اردو ملی به وقت لوی اردو ملی چه تعداد پرسونل دارد موجود در ولایت لوگر چه تعداد است و در ولایت میدان وردک چه تعداد است پلیس ملی در داخل قماندانی امنیه یا ولسوالی چرخ خروار برکی و سایر ولسوالی ها چه تعداد است چه تعداد نیست آیا اماهنگی بین اداره مرکزی خود اداره ولایت و سپاس. ولسوالی ها وجود داری یا نداره در غیر از تا که تغییرات کلی نه ای تمام مسائل یک موضوع خبری است آقای سید قریب الله سادات عضو شورای ولایتی لوگر از در محور سپاس, دو سپاس.